ویندوز محبوب ترین سیستم عامل کامپیوترهای جهانه و بیشترین تعداد نصب سیستم عامل توی کل دنیا مال ویندوزه خب حالا ویندوز 11 اومده یه سری محدودیت گذاشته و خیلی ها گیج شدن و نمیدونن که کامپیوترشون جواب میده روی ویندوز 11 یا نه متاسفانه نرم هم که مایکروسافت داده بود واسه چک کردن مشکل داره و مایکروسافت انگار اون نرم افزار رو فعلا از رو سایتش برداشته و گفته کامینگ سون داره روش کار میکنه که مشکل رو حل کنه ولی یه آدم خلاق اومده یه نرم افزار دیگه نوشته به اسم وای not وین 11 و با اون خیلی راحت میتونید چک بکنید ببینید که کامپیوترتون جواب میده یا نه امروز میخوام این, این نرم افزار رو بهتون معرفی کنم و چند تا نکته جدید و خبرهای جدید در رابطه مایکروسافت رو بهتون بگم که ویندوز 11 احتمال داره روی کامپیوتر شما هم جواب بده همراه من باشید سلام من علی کاوینی هستم اینجا چاره کامپتره و همجور که گفتم امروز قراره بهتون کار با نرم افزار وای نات وین 11 رو یاد بدم این نرم افزار خیلی ساده است از تو کتاب میتونید دانلودش کنید نصبش کنید و بیاد همه مشخصات سیستمتون رو چک کنه و بهتون بگه که آقا کجاش مشکل داره و احتمالا نمیشه روی همین کامپتر هم اجراش میکنم ببینید که همه چیزو دارم بعد روی لپتاپم اجرا رو میکنم با هم دیگه ببینیم که چقدر چیز رو ندارم لپتاپ من ساپورت نخواهد شد چون سی پی نسل 4 دارم تی پی ام ندارم و غیره اگه هنوز نمیدونید که دقیقا چه مشخصاتی لازمه ویدیویی که اینجا وسطتون میذارم رو ببینید تو اون کامل توضیح دادم ولی یه نکته امیدوار کننده بگم اخ، این کیس ها رو دیدید این کیسه اچ پی تو ایران خیلی محبوبن و زیادن نکته مهم اینه که این کیسی که من اینجا دارم سی پی او ای A9 یا A8 داره خیلی قدیمی قبل از نسل رایزنه و عملا نباید ساپورت بکنه معادل سی پی آی نسل یک اینتل و نباید ساپورت کنه ولی این سیستم ویندوز 11 رو ساپورت میکنه چجوری مادربوردهای های اینا اغلبشون چیپ تی پی داخل خودشون دارن و اگه اینجور کیسی دارید خبر خوش بهتون بدم که مشکل تی پی رو نخواهید داشت حالا بقیه مشکلات رو احتمال داره داشته باشید شاید در نداشته باشه مجبور شی کارت گرافیک بذاری شاید مثلا رمت کم باشه مجبور بشی رم بذاری ولی از لحاظ تی خیالتون راحت چون این مادربرد اغلبشون TPM دارن اگه برید تی رو اجرا بکنید بهتون میگه که TPM داره یا نداره توی بایوسش دنبال TPM Trusted ام تراست پلتفرم ماژول PTT یا FTPM بگردید ببینید که اینجور گزینه ای پیدا میکنید یا نه تو اون ویدیو باز بیشتر در رابطهش توضیح دادم سنگینه خب یه خبر جدید در آپدیت مایکروسافت رو هم بگم بریم با نرم افزار کار کنیم مایکروسافت اعلام کرده که داره دیتای بتای اینسایدرا رو دریافت میکنه تا ببینه اگر ویندوز 11 رو میتونه روی سی های نسل 7 اینتل و سی پی نسل 1 ای ام دی هم فعال کنه فعال کنه قضیه چیه من قبل از اینکه تی پی ام رو روی کامپیوترم فعال کنم توی هایپر تونستم نصبش کنم چون هایپر وی انگار خودش میاد یه لایه تی پی و به صورت نرم افزاری این کار انجام بده احتمالا دستش بازه که بخواد این کار رو انجام بده روی نسخه پایین تر حالا یا رو میاره روی یک نقطه دو یا اینکه نرم افزاری TPM2 رو میتونه انگار شبیه سازی کنه یه خبرایی اومده فعلا یه ذره خوشحال باشین تا ببینیم که دقیقا وقتی نسخه نهایی میاد چی میشه خیلی هم به حرف کسایی که دارن فروشندن و اینا توجه نکنید سب کنید تا ویندوز 11 بیاد ببینیم مشکلی خواهیم داشته نه و اینکه بچه به احتمال زیاد این همه هکری که تو دنیا هستن یه جوری اکش میکنن که ما بتونیم کار کنیم خیلی نگران نباشید به نظرم حال الان پولتون رو سیو کنید اگر میخواید خریدی انجام بدید اگه میتونی سیستم خوب بخری که بار بخره اگه نمیتونی خیلی به حرف این اون گوش نده ناامید بشی به خاطر اینکه هنوز خیلی مونده تا نسخه اصلی بیاد و ببینیم چه مشکلی خواهیم داشت باش خب بریم با هم دیگه اجرا بکنیم ببینیم که نرمافزار چقدر سریع و راحت این کار میکنه من آدرس سایتش رو بهتون نشون میدم و هر وقت خواستید تست کنید آخرین نسخه نرم رو بگیرید چون مدام داره چک میکنه از سایت مایکروسافت و اگر آپدیت جدیدی اومده باشه روی اون نرم اعمال میشه واسه همین گذاشتن لینک ن... لینک دانلود نرم کار درست نیست من مجبورم نسخه رو نشون بدم از کجا دانلود کنید ولی نسخه ای که الان وجود داره رو توی کانال تلگرام هم میذارم اگه نتونستید از اونجا دانلود کنید تو کانال تلگرام من هستش بریم ما هم دیگه ببینیم خب این صفحه گیت ها این برنامه است اسم برنامه است وای نات وین 11 برای پیدا کردنش کافیه وای ویندوز 11 رو توی گوگل سرچ بکنید یا لینکش توی توضیحات هست همین لینک رو بزنید وارد این صفحه بشید نگاه کنید این محیط نرم افزاره که حالا میریم با هم دیگه میبینیم و نرم افزار میتونید از اینجا دانلود کنید نسخه استیبل و نسخه که در حال تست هستش نسخه استیبل رو من میذارم دانلود بکنه کنید اینقدر سریع نرم رو دانلود میکنه بعد اینجا لیست مشخصات رو گفته و یه سری چیز دیگه برنامه رو اجرا میکنم نگاه کنید اول یه پیغام میده میگه آقا این برنامه از طرف یک نویسنده برنامه درست و نباشه میگم باشه خودم میدونم ران اوی میزنم ران انی anyway میزنم چون نرفتار تو گیتاب منتشر شده خیالمون از بابتش راحته خب ببینید نرفسا رو که اجرا میکنم من قبلا این رو اجرا کردم که انقدر سریع داره همه رو میاره رفت دونه دونه چک کرد هر چیزی که سیستم من برای این کار لازم داره رو چک کرد میگه باید معماری سی پیو و او 64 بیتی باشه که خب هست بوت متدت باید یو باشه هست سی باید جزء کامپتیبیلیتی ها باشه هست سی چندتا چند تا کور و چند تا ترد داره فرکانسش چقدره دایرکتیکس 12 دا رو رفت چک کرد دیسک پارتیشن تایپت بعد جی پی تی دیتکتد رفت پیداش کرد میگه جی پی تی گیگرام گیگرم دارم سکیور بوت برام فعاله چقدر هارد دیسک دارم و تی نسخه دو همونجوری که میبینید من همه چی روی سیستمم اوکیه و با خیال راحت میدونم که روی این کامپیوتر نصب میشه این کامپیوتر کامپیوتر جدیده و روی ویندوز روی لپتاپ قدیمی من ما اینجور نتیجه رو نخواهیم دید اونجا بهتر میتونم واسهتون توضیح بدم پس سویچ کنیم بریم توی لپتاپ خب من برنامه رو روی لپتاپم دارم اجرا میکنم ران رو میزنم نا کنید میگه که معماری شو دارید ساپورت میکنه بوت متد لگسیه شاید توی لپتاپم بتونم این رو عوض بکنم ولی لپتاپ من این قابلیت رو نداره شاید لپتاپ شما این قابلیت رو داشته باشه چون لپتاپ من بایوسپیسه این قابلیت رو نداره CPU compatibility زرد رنگه یعنی چی؟ یعنی هنوز اطلاعات دقیقی ازش ندارم. که آیا واقعا این سی پی ساپورت می شود یا نمی شود مایکروسافت فعلا توی لیستی که اعلام کرده سی پی من نیست ولی شاید بعدا اضافه بشه که البته من بعید میدونم اضافه بشه چون سی پی من سی پی نسل چهاره و مایکروسافت فعلا گفته نسل 8 به بالا یهو میاد این همه تر رو ساپورت کنه کورکانت هم درسته فرکانس هم درسته 3.12 دارم و داره ساپورت میکنه دقت کنید کارت گرافیک من یه جی 740 امه و یه دونه اینتل اچ دی 4600 دارم ولی با این حال داره دو اکس دوزه ساپورت میکنه و این خیلی خوبه و خیلی دیگه هم ساپورت خواهند کرد یعنی پردزنده شما هم شاید ساپورت کنه پارچنسان هم جی پی تی نیست که خب اینو میتونم خودم عوض کنم مشکل نداره رم دوزه گیگ دارم سیکیور بود ندارم یا دیتکتش نکرده من چون بایوس دارم و یو ندارم سکیوربوت هم ندارم ولی شما اگه روی سیکی... یو بذارید شاید سکیور براتون فعال شه استورج دارم منز کافی TPM ورژن هم ندارم واسه اینکه TPM رو بتونیم با هم ببینیم من اینجا برم TPM.mc رو تایپ کنم توی این صفحه که باز میشه نها کنید میگه که TPM نتونستش تشخیص بده من مطمئنم که این لپتاپ من TPM نداره چون چک کردم توی بایوس و هیچ گزینه نره خیلی خیلی بایوس ساده ای دارم ولی شاید بایوس شما این گزینه رو داشته باشه پس حتما توش دنبال TPM بگردید و اگه تونستید فعالش کنید من تقریبا دل کردم از اینکه بخوام روی این کامپیوتر ویندوز 11 نصب بکنم ولی شما دل نکنید و حتما بگردید شاید یه رای وجود داشته باشه و اینکه ثبت میکنیم تا مایکروسافت نسخه اصلی رو بده و توی نسخه اصلی ببینیم پیش نیازها چی میتونه باشه همین نرم افزار داشته باشید آخرین نسخه شون موقع دانلود کنید و واسهتون این چک رو احتمالا انجام میده خب اینم از این همینجور که دیدید این نرم خیلی راحت و سریع میتونه همه سیستمتون رو چک بکنه و مشکلاتتون رو بهتون بگه تا بتونید اون رو برطرفش بکنید امیدوارم که لپتاپ ها کامپیوتر همتون ویندوز 11 رو ساپورت بکنه و بتونید ازش استفاده کنید ولی یه نکته بگم بچا اگرم نشد هیچ اشکال نره مگه ویندوز 10 چش بود تو ما ویندوز 10 کار میکردیم همین الان این مکی که من دارم هم به آخرین نسخه آپدیت نمیشه پس این یه چیز معموله حداقل چند سال یه بار این اتفاق میفته خیلی خودتون رو درگیر این نکنید که آی الان از تکنولوژی عقب میفتم یا عالم آدم من میشناسم که هنوز دارم با ویندوز 7 کار میکنن تا حالا اسم ویندوز 10 هم نشینده بودن و داره زندگیشون میگذره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد پس خیلی خودتون رو درگیر نکنید یه نکته پایانی هم بگم مثلا بچه من پیغام میدن که سی ای من کورتو کواده جز کدوم نسل حساب میشه اینتل و ای ام دی تا حالا چندین بار پوست انداختن و نسلاشون رو عوض کردن این نسلی که الان داریم در موردشون صحبت میکنیم اینتل ها در رابطه با کور آی داریم صحبت میکنیم نه کورتو نه تو... کورتو کواد و کورتو دو در اتاق کور مثل کور آی و... 3 کور 5 کور 7 و کور 9 داریم صحبت می میکنیم اون یکی یا نسل قبلیشون بودن که اصلا هیچ کدوم قرار نیست احتمالا ساپورت چند AMD ها در رابطه با نسل رایزن داریم صحبت می میکنیم که معماری جدید زن توشون به کار رفته رایزن 3، رایزن 5، رایزن 7 و رایزن 9 پس در رابطه با اینا داریم صحبت میکنیم سی پیو های قبلی همشون احتمالا ساپورت نخواهند گرفت به خاطر اینکه تی پی هم ندارن حالا مگه اینکه مادربردشون جواب بده و غیره همین کیس اچ پی هم که نشونتون دادم از سی پی نسل قبل هست و اصلا از سری رایزن نیستش این هم گفتم که به عنوان نکته پایانی بدونید امیدوارم که کسی که سوال داشتن این ویدیو رو ببینن و جوابشون رو بگیرن همین امیدوارم اینجا آموزش لذت برده باشید و اگه دوست دارید بقیه آموزش هایی که در رابطه با ویندوز 11 و بقیه مباحث کامپیوتری منتشر میشه رو ببینید حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید واسه اینکه ببینید چه ویدیوهای دیگری امکان داره ببینید من دو تا ویدیو اینجا بهتون پیشنهاد میکنم پیشنهاد میکنم یکی از این ویدیوها رو به عنوان ویدیو بعدیتون انتخاب بکنید و ببینید شک نکنید که خوشتون خواهد اومد من اردشیر کاوینی هستم اینجا چهارای کامپیوتر فعلا خدا نگهدار